بسم الله الرحمن الرحیم سلام بینندگان عزیز وقت شما بخیر توجه نمایید به خبر ساعت ده از تلویزیون تمدن همزمان با نزدیک شدن به 15 شعبان میلاد آخرین ذخیره الهی حضرت مهدی عجل الله و تعالی فرجه و شریف آگاهان تاکید می کنند که اعتقاد به ظهور منجی و مصلح غیبی در آخر زمان بین پیروان همه ادیان الهی مشترک است به گفته آنان همه یا پیروان ادیان آسمانی در انتظار حکومت پر از عدل و داود منجی هستند به گفته آنان مسلمانان نیز محت... معتقدند که این منجی به اسم مهدی از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و با ظهورش زمین را پر از عدل و داد ساخته و نعمت‌های فراوان الهی شامل حال بشریت می‌گردد معاون فرستاده ویژه امریکا در ائتلاف جهانی مبارزه با داعش گفته کاخ سفید نگران حمله شاخه خراسان داعش به خارج از مرزهای افغانستان است ایان مکاری گفت واشنگتن فعالیت داعش را زیر نظر دارد و تماس منظم خود را با کابل برای مبارزه با این گروه حفظ کرده است کابل اما همواره تاکید کرده که گروه داعش در افغانستان سرکوب شده و هیچ کشور از خاک افغانستان تهدید نمی شود نماینده ویژه چین در امور افغانستان با معاون وزیر خارجه ترکمنستان درباره افغانستان گفتگو کرده است یوشی آیون گفته که ما تلاش های مشترک خود برای کمک و بازسازی افغانستان را افزایش می دهیم نماینده ویژه چین در امور افغانستان همچنان تأکید کرده که کشورش از برگزاری پنجمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و میزبانی ترکمنستان در سال 2024 حمایت می کند. سازمان جهانی صحت اعلام کرده صدها بیمار مبتلا به مشکلات تنفسی در افغانستان جان باخته و هزاران تن دیگر در نتیجه ابتلا به مشکلات تنفسی در شفاخانه ها بستری شدند این سازمان با نشر گزارش گفته از آغاز فصل سرما در افغانستان شماره بیماران مبتلا به مشکلات تنفسی افزایش یافته در این گزارش آمده که از اول جنوری سال 2024 در 34 ولایت افغانستان بیش از 286 هزار تن به بیماری های تنفسی مبتلا و از میان آنها در مجموع 668 تن جان باختند با گفته سازمان جهانی صحت بیش از 63 درصد از بیماران کودکان زیر 5 سال و نزدیک به 50 درصد دیگر زنان هستند مراسم فاتحه خانی الهاج صوفی سفر خاکسار از فرماندهان سابق جهادی در کابل برگزار شد در این مراسم گفته شد او از مجاهدین جان برکف و از فرماندهان نماشنای جهاد مردم افغانستان علیه شوروی سابق بود که کارنامه درخشانی از خود بر جا گذاشت هم رزمان او نیز گفتند این فرمانده جهادی از آغاز جهاد تا پیروزی علیه اشغالگران کمونیستی شجاعانه رزمید و در جهاد علیه شوروی نقش فعال ایفا نمود و خبر اخیر این که در دو سالگی جنگ اوکراین و پس از مرگ مخالف سرشناس پوتین امریکا با سیه جدید تحریم ها علیه 500 فرد و نهاد مرتبط بر روسیه را اعلام کرد رئیس جمهوری ایالات متحده گفت این تحریم ها افراد را هدف قرار داده که در زندانی کردن الکس ناوالنی و همچنین به بخش مالی صنعت دفاعی و شبکه تدارکات روسیه مرتبط هستند جو بایدن تاکید کرد تحریم های جدید تضمین میکند که رئیس جمهوری روسیه بهای گزافتر به دلیل حمله به اوکراین سرکوب مخالفان سیاسی خود پرداخت خواهد کرد از آغاز جنگ روسیه و اوکراین غربی ها مجموعی از تحریم های بی سابقه علیه مسکو وضع کردند با پایر بسته خبری ساعت رسیدیم سپاسگزارم از توجه شما بقیه روز خوش خدا نگهدار